دفاع از هزار زن پیشتاز در لیبرتی و اشرف امروز یک وظیفه مبرم جنبش های برابری هم هست. زنانی که صدها تن از اونها سالها در زندانهای رژیم آخوندی بودند، زنانی که سرمایه های گرانقدری در جنبش برابری هستند، بله، به همه اونها از اینجا درود میفرستم و درود میفرستیم و یاد شهدای دو حمله اخیر رو گرامی میداریم. از پوران و سبا و مهدیه تا شهناز آسیه، فاطمه و فائزه و نسترن و مرضیه، درود بر همه آنها. به این مناسبت همچنین باید به مبارزات خواهران و دختران دلیرم در سراسر ایران درود بفرستم. در زندانهای خامنه‌ای، از جمله در اوین و گوهردشت، که شمار زیادی از اونها در بسارت به سر میبرند. سلام بر همه آن قهرمانان، مبارزان و مجاهدان و مقاومت خستگی ناپذیرشان. همچنین به مناسبت روز جهانی زن درود میفرستیم از اینجا به خواهران مقاوممون در سوریه، عراق، فلسطین، مصر. و تمام خواهرانمون در جبهه گسترده ضد بنیادگرایی که برای آزادی و برابری می جنگند. درود بر همه اونها. و در این لحظه ده ها هزار زن شجاعی رو به یاد میاریم که در نبرد با آخوندهای حاکم شکنجه شدند یا سر دارها رو از خود بلند کردند. همچنین صدیقه و ندا رو به یاد میآوریم که افتخار زنان به پا خواسته ایرانند. همچنین به زنان پیشتازی سلام می‌کنیم که برای این مبارزه راهگشایی کردند. به قهرمانانی همچون فاطمه امینی، مرضیه اسکویی، اعظم روحی آهنگران مهرنوش ابراهیمی و همچنین با درود به اشرف شهیدان، بزرگترین زن انقلابی تاریخ معاصر ایران. و سلام میکنیم به زنان و دختران شهید در قیامهای سال 88، از ندا آقا سلطان و ترانه موسوی تا شبنم سهرابی، و درودهای گرم ما به دختران دلیری که دستن در کار برپایی یگانه‌های ارتش آزادی در سراسر ایرانند، دخترانی که تصمیم گرفتند سرنوشت تازه‌ای برای مردم و میهن خود ترسیم کنند. به خواهرانم در سراسر ایران میگویم هدف تنها این نیست که زنان خود را رها کنند. هدف این است که تمام جامعه را از شر بنیادگراها رها سازید و رها سازند. این مسئولیت بر شانه های شما زنان ایرانی قرار گرفته است. شمایید که آینده را می نویسید و رنج و فداکاری شما پلی است به سوی آینده. پس برخیزید
و شعله های نبرد را در همه جا فروزان کنید. سلام بر آزادی، درود بر همه شما.